سلام دوستان، فراز هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به ماجرای ازدواج نعیمه نظام دوست و عمو پورنگ یا همون داریوش فرزیایی و حواشی زندگی این دو بازیگر میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. نعیم نظام دوست بازیگر دوست داشتنی سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانه که اخیراً شایعه‌های فراوانی در فضای مجازی در مورد زندگی خصوصی اون انتشار یافته. نعیم نظام دوست که همکنون در ترکیه به سر میبره با گذاشتن لایوی در صفحه شخصی خودش نسبت به شایعه ازدواجش واکنش نشون داد. نظام دوست و داریوش فرزیایی در کارهایی مثل محله گل و بلبل، بچه محل، کلبه عمو پورنگ با همدیگه همکاری داشتن که گویا این همکاری‌های متداول اونها شایعه ازدواجشون رو به دنبال داشته. اخیراً شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر ازدواج نعیم نظام دوست و داریوش فرزیایی یا عمو پورنگ به گوش میرسه. تمامی این شایعات زمانی منتشر شد که تصویر تولد لاکچری خانم بازیگر منتشر شد و ظاهراً تصویر به گونه‌ای بود که بسیاری اون رو به مراسم ازدواج ربط دادن و شایعه سازی کردند و در عرض مدت کوتاهی فضای مجازی پر شد از عناوین مختلفی که به این شایعات دامن می‌زد، تا اینکه بالاخره واکنش به این شایعات منتشر و حقیقت ماجرا روشن شد. نعیم نظام دوست متولد 23 آبان 1353 در تهرانه. خانم نظام دوست دارای دیپلم علوم تجربیه. اون از سال 1370 کار بازیگری رو در گروه‌های آزاد تئاتر آغاز کرد. سپس در مجموعه نوروز 72 بازی کرد. نظام دوست به طور حرفه‌ای با ساعت خوش و در سال 73 وارد عرصه بازیگری شد. در دوران نوجوانی بیشتر عصبانی بود تا خوشحال. یعنی دوران بلوغ عصبانی داشت، چون شرایط و فضای زمونه اون رو عصبی می‌کرد. با اینکه بدآموزی داره اما مدرسه رو زیاد دوست نداشت. خودش گفته نمیتونم دروغ بگم. دوست دارم آدم‌ها با واقعیت ما آشنا بشن. من خیلی شر و شیطون بودم. یعنی بیشتر پسر بودم تا دختر و بیشتر پسرونه زندگی می‌کردم. 4 خواهر داره که خودش فرزند سوم خانواده است. به غیر از اون کسی در خانواده‌شون کار هنری نکرده و پدرش چند سال پیش فوت کرده. در سینما دوستان زیادی داره، از جمله مریم امیرجلالی، الناز شاکردوست و لیدا عباسی. خانم نظام دوست در یک برنامه تلویزیونی که با موضوع درمان‌های چاقی و لاغری و روش‌های شایع اون پخش می‌شد، در پاسخ به مجری که چرا یک بار اضافه وزن پیدا کردید گفت: واقعیت اینه که من به طور ناگهانی اضافه وزن پیدا کردم. این اضافه وزن به بازی در نقش خاصی هم مربوط نبود و کاملاً شخصی اتفاق افتاد. ضمن اینکه در مقطعی به دلیل بیماری مجبور بودم از آمپول کورتون استفاده کنم که این موضوع هم در اضافه شدن وزنم مؤثر بود و در نهایت امروز وزن من به 120 کیلوگرم رسیده بود. وی درباره تلاش برای کاهش وزن تاکید کرد: چند سال پیش عمل بالون معده رو امتحان کردم که واقعاً تجربه بدی بود. در حالت طبیعی و استاندارد بالون باید تا 6 ماه در بدن باقی بمونه، اما متاسفانه دکتر من با بی‌تفاوتی و بی‌دقتی خارج کردن بالون از داخل بدنم رو فراموش کرده بود. بعد از 8 ماه خودم با اون تماس گرفتم و در مورد خارج کردن بالون از معده‌ام سوال کردم که پزشکم در کمال تعجب گفت: من این موضوع رو فراموش کرده بودم. شما باید زودتر برای خارج کردن بالون اقدام می‌کردید. اکنون احتمالاً معده و رودت با مشکل مواجه شده. این بازیگر کمدی ادامه داد: این بی احتیاطی باعث شده بود در اثر حضور بیش از حد استاندارد بالون در معده‌ام حجم اون افزایش پیدا کنه و در نهایت نه تنها این عمل به کاهش وزنم کمکی نکرد، بلکه چند ماه بعد 20 کیلو هم به وزنم اضافه شد. اما در نهایت خانم نعیم نظام دوست با کاهش وزن بسیار چشمگیر روبرو شد. به تازگی خبر ازدواج نعیم نظام دوست با عمو پورنگ یا داریوش فرزیایی در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشاره که باعث رنجش خاطر و ناراحتی این بازیگران شده. وی در 14 آذر 1400 خبر ازدواجش رو با داریوش فرزیایی تکذیب کرد و گفت: عمو پورنگ مثل پسرمه و ما ازدواج نکردیم.
نعیم نظام دوست، بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها برای یک پروژه تصویری در ترکیه به سر میبره، در اینستاگرام خودش شایعه ازدواجش با داریوش فرزیایی معروف به عموپورنگ رو تکذیب کرد. او که این روزها در ترکیه به سر میبره، در بخشی از این لایو نیم ساعته گفت: چه شایعاتی رو انداختی در فضای مجازی؟ عموپورنگ دوست و همکار عزیز منه. ما با هم ازدواج نکردیم. لطفاً از این شایعات دست بردارید. اون برادر منه، عزیز منه و پسر منه، ولی شوهرم نیست. مهاجرت هم نکردم و برای اولین باره که اومدم اینجا برای کاری. اینجا خیلی قشنگه. منطقه آسیایی استانبوله و ایرانی ها کمتر این طرف میان، چون اون طرف شرایط توریستی بیشتری داره. آقای داریوش فرزیایی متولد اول مرداد 1352 در تهرانه. او ششمین فرزند خانواده است و مادرش سیده فاطمه گیلانپور متولد 1315 در گیلان و پدرش آذریه. وی در 29 خرداد 1393 پدرش رو از دست داد و عکس اون در کنار پدرش واکنش‌هایی رو در فضای مجازی برانگیخت. عشق و علاقه وصف ناپذیر اون به مادر مهربون ستودنیه و اجراهای دلنشین و صمیمی اون سبب شد بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته 98% بیننده رو به خودش اختصاص بده. اون تحصیلات خودش رو در رشته گرافیک ادامه داد و با مدرک کارشناسی از دانشگاه فارغ التحصیل شد. و از سال 1373 و در 21 سالگی وارد صدا و سیما شد و فعالیت خودش رو با گزارشگری رادیو آغاز کرد. بعد از اون در برنامه عصر جمعه با رادیو در تیپ‌های مختلف ظاهر شد که شاخص‌ترین اونها گل پسر و ننه بلقیس بود. با برنامه او ما و شما که به کارتون‌های درخواستی بچه‌ها اختصاص داشت، وارد دنیای تصویر و تلویزیون شد. سال 78 با مجموعه تورنگ و پورنگ بین بچه‌ها چهره شد و بعد از اون در ماه رمضان سال 81 با اجرای برنامه کودک و نوجوان به اسم مستعار هنری عمو پورنگ بین مخاطبان کودک و بزرگسال محبوبیت یافت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.